فصل 19 در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و ردایی ارغوانی رنگ به او پوشاندند. سپس نزد او آمدند و می گفتند دروغ بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را نزد شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. پس عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و ردای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید این هم آن مرد. وقتی سران کاهنان و نگهبانان معبد بزرگ او را دیدند فریاد زدند مصلوبش کن، مصلوبش کن. شما خودتان او را برده مصلوبش کنید، چون من هیچ جرمی در او نمی بینم. ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد. ایلا ادعا می کند که به سر خدا. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به کاخ خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ اما عیسی به او پاسخ نداد. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود گناه بزرگتری مرتکب شده است. پس از اینکه پیلاتوس این را شنید سعی کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد می زدند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی، هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فزع و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت این است پادشاه شما. آیا می خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به آنها سپرد تا مصلوب شد. پس آنها عیسی را تحویل گرفته بردند. عیسی در حالی که صلیب خود را حمل می کرد به جایی که به نام جمجمه که به عبری به جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را در دو سمت او مصلوب کردند، یکی در دست راست و دیگری در دست چپ، و عیسی در بین آن دو نفر بود. پیلاتوس تقصیرنامه نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود.
بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد نزدیک شهر بود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند: ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. آنچه نوشتم نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت، ولی ردای او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس سربازان به یکدیگر گفتند: بیایید ردایش را پاره نکنیم، بلکه قرعه بیاندازیم تا ببینیم از آن چه کسی خواهد شد. و سربازان قرعه انداختند تا این نوشته به حقیقت بپیوندد. لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردای من قرعه افکندند. نزدیک صلیب عیسی، مادر او به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر توست. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر توست. از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت: تشنم. و به این طریق آن پیشگویی تحقق یافت. ظرفی پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نیل گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی شراب را چشید، گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. چون جمعه با روز تهیه فصح مصادف بود و سران یهود نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سرا بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی نزد عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چون این شد تا این پیشگویی تحقق یابد: هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد. و در جای دیگر نوشته شده است: آنها به کسی که نیزه زدند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامه‌ای که به علت ترس از سران یهود مخفیانه شاگرد عیسی بود، نزد پیلاتوس رفت
و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس او آمد، جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 30 کیلو میشد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه کتانی با ادویه های معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شده بود باغی بود و در آن باغ قبر تازه قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون روز قبل از سبت بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، جسد عیسی را در آنجا دفن کردند.